تازه ترین گزارش های رسمی نشان می دهد در ایران سالانه حدود 85 میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می شود که حجم بالایی از آن به سوخت و به ویژه بنزین با مصرف روزانه حدود 100 میلیون لیتر اختصاص دارد. اصلاح قیمت حامل های انرژی و تغییر در رویه پرداخت یارانه در این بخش بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان جزئی از طرح تحول اقتصادی مصوب دهه 80 است، به طوری که دولت مکلف است قیمت فروش داخلی سوخت از جمله بنزین را به تدریج تا پایان برنامه 5 ساله پنجم توسعه به گونه ای اصلاح کند که کمتر از 90% قیمت فوب خلیج فارس نباشد. در همین راستا آذر 1389 دولت دهم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را آغاز کرد و قیمت اقلام سوخت با شیب تندی افزایش یافت. قیمت بنزین با رشد حداقل 400% مواجه شد و از لیتری 100 تومان به 400 تومان سهمیه‌ای و 700 تومان آزاد تغییر کرد. اما 5 سال بعد در اردیبهشت 1393 این بار دولت 11 قیمت بنزین را تغییر داد و نرخ سهمیه‌ای از 400 تومان به 700 تومان و نرخ آزاد هم از 700 به 1000 تومان رسید. روند اصلاح قیمت سوخت اما باز هم تدریجی پیش نرفت و 5 سال بعد در آبان 1398 دولت 12 افزایش قیمت بنزین را کلید زد و نرخ سهمیه‌ای به لیتر 1500 و آزاد به 3000 تومان افزایش یافت. افزایش قیمتی که بدون حاشیه نبود و اعتراضاتی سراسری را رقم زد. حالا در دولت 13 که خود بر اصلاح یارانه‌های پنهان تاکید می‌کند، بار دیگر ماجرای بنزین مطرح شده و حرف و حدیث ها بعد از انتشار اخباری در مورد آزادسازی قیمت بنزین در مناطق آزاد کیش و قشم جدی‌تر شد. ولی دولت در موضع رسمی خود می‌گوید فعلا جریان افزایش قیمت مطرح نیست و هدفش توزیع عادلانه یارانه بنزین است. در این طرح قرار است به جای ارائه سهمیه سوخت به دارندگان کارت سوخت به ازای هر کارت ملی 20 لیتر بنزین اختصاص داده شود، ولی قیمت بنزین یارانه‌ای همان 1500 تومان و آزاد هم همان لیتری 3000 تومان باقی میماند و تغییر نمی کند. این طرح آزمایشی هنوز اجرایی نشده، ولی قرار شده بعد از اجرای آزمایشی در مناطق تعیین شده از جمله جزیره کیش با رفع اشکال و در صورت تایید نهایی در دستور کار دولت قرار گیرد.